از زیبا خواستگاری کردن. بالاخره خواستگارش چی کاره است؟ ایشون تو آسانسور کار میکنن. سلام. علیکه سلام. من کار دارم با شما. چشم، بفرمایید تو. حقش رو گذاشتی کف دستش. همچین بچه‌ای بدی هم نبود. شما بازداشت. بازداشت بده چی؟ شما به اتهام اختلاس 200 میلیارد تومان بازداشت. اون اینجوری خاله من اختلاس کردی؟ به اتهام اختلاس آوردنم اینجا. در بچه سرکار خانومه جهانگه. چکی خودمه. به خاطر حمایت از حیوانات از این لحظه به بعد گیاهخوارم و لب به گوش نمیزنم. چرا نگفتی اینجایی؟ بابا سارا بحثشون شده، اینم میگه که نباید بیای. به یکی زنگ بزن که برشی داشته باشه. به کی مثلا؟ شریفی، دایی خانومه. به شریفی زنگ بزنم بگم که دوتا حسابدار شرکت تو به اتهام اختلاس گرفتن، حالا بیا درشون بیا. مگه هوشنگ به شما زنگ زدی؟ خب آره، برای همین من اومدم. خب بابا ما چی کار میکنن؟ الان تو مرحله بازجویی. خب اگه گناهکار باشه چی؟ حکمش معلومه. حکمش چیه؟ اعدام. نه دکتر، ایشون حسابدار خودمه. تازه داماد خواهر خدا بیامرزمه. خدا رفتگان شما را بیامرزه. مرحوم بفرمایید دکتر جان. هوشنگ مظاهری. دکتر جان دستور بدید زودتر کارش حل بشه. بفرما. آره. چطور شد؟ ببین دکتر، چی دارم لابی میزن. آتایی بگو که اصلا ماله این حرفا نیست. دکتر جون، ایشونی که خدمتتون عرض کردم آدم امینیه، یعنی اصلا عرضه این کارا رو نداره. به قول بچه‌ها مال این حرفا نیست. کیه؟ یکی از اعضای یکی از فرکسیون‌های مجلسه. اصل نوده است. باری کلا، نه اون نودی فردوسی پورا، اصلی نود. ببخشید آقای، اصل نود. معذرت می‌خوام. کیه؟ دوستم، حالا بعدان زنگ میزنم. ببخشید، شما دوستتون رو با اسم شیرین جون سیف کرده؟ نکنه بین دون شکر آبز آنی میذارین کسی بفهمه؟ بابا گز میخوری؟ بادومیه؟ بله بادومیه. ببخشید میشه بابا گز میخوام. بفرما. دست شما درد نه. امروز همش حواستون توی موبایل دونستاوا. راستش چند روز پیش این سعید ما با ماشین زدش به گربه. وای ننه. حالا صاحب اون گربه چی شد؟ دایی چی کار کرد؟ هیچی، دارن لابه میکنن. خب میفرمودین آقا رضا. هیچی دیگه، صاحب اون گربه خانومه. تو این وضعیت این حرفا چیه میزنیم بابا؟ نگین جون بیا تو آشپزخونه، این خودشو کش. کی؟ سارا. بیا باش حرف بزن آروم شه. باش. آقا رضا من میرسم خدمتت. زهره جون، بینی عطاب و شیرین شکر آبه؟ من چی میدونم؟ پس لطفاً اگر هر خبری بهتون رسید به ما هم زنگ بزنیم. باشه. آقای مشیری. الو. الو، آقای مشیری بود؟ باباش بود، مشیری رو هم گرفتن. جدی میگی؟ خب طوره نیست، اگه هم دست داشته باشه جرمش هم تقسیم میشه. یعنی چی هم دست داشت؟ نکنه شما فکر میکنی بابای من واقعا دزدی کرده؟ گفتم اگه. گز میخوری؟ زندوی جون بابامو گرفتن، شما گز دور میگه دهنمونو شیرین کنی؟ آدم وقتی شوکه میشه در سلول های عصبش فعالیتش بیشتر میشه، مغزم از طریق نرون ها و آکسان ها به قلب فشار میارد. آمیگه من خونه بیشتری میخوام. الان شما دارید اطلاعات علوم سوم راه نماییتون رو به پزشک میدین؟ راست میگویم، یادم نبود دکتر چی بودی؟ خب تولینه اشکال نداره، انشالله قبول میشه. خیلی خب، حالا ما از مسئله سارا خارج بشیم، متمرکز بشیم رو قضیه هوشنگ. اوه حالا انگار چی شده؟ دو سه تا سال میپرسم بعدش هم میندازنش بیرون دیگه. من خیلی نگرانم که دستم زیر بار این فشار دووم نیاره. اصلا نمیخواد نگران باشی. حالا فکر کرده چی کارش میکنم؟ یکی میشینه دونوری میز، متهمم اینور، یه لامپ هم بالا سرش هی خاموش میکنن روشن میکنن، بعد یه سری توضیحات اومده، یه سری سوال هم اون میپرسد ازشا، بعدم بدون این که کسی بفهمد اسمشا فاش نمیکنند و ازش تشکر میکنند و میگن به سلام. مگه شما هم تا حالا گرفتن؟ نه،
ولی ما این چیزا رو میدونیم. بهت میگم هیچی نیست. پاشو برو یا آب به سر و صورتت بزن یا یه چیزی بخور. آره بابا، رویتو نباید ببازی. حالا ما کار داریم. ما چی کار داریم؟ ای بابا میگه چی کار داریم؟ ای بابا، بازجویی مرحله اول، بعد باید دادگاه تشکیل بشه، بعدا اینا رو با لباسای راه رو دمپایی برشون میدارن میارن دادگاه، قلزنجیر به پاشون، بعدم تلویزیون پوشش میده. نکه به هر حال اختلاس میلیاردی سنگینه، بابا تم تو این وضعیت مشهور معروف میشه. بعد چی کار میکنن؟ قضات جمع میشن، شور میکنن، حکم میدن، آقاوشنگ محکوم میشه، بعد باید بیا تو تلویزیون ای تو اما گریه زاری که من ابزار بودم، وسیله بودم، بازیچه دست این اون بودم. بعد وکیل مدافع درخواست تجدید نظر میکنه، تجدید نظر آقا رد میشه، تقاضای فرجام میکنه، تقاضای فرجام آقا رد میشه، بعد شما دیگه میرین به سلامتی ملاقات آخر تو زندان آقا هوشنگ میکنین و یه روزم دمدمای صبح آقا هوشنگ رو برمیدارن میان که حکم رو اجرا کنن، این صندلی زیر پاشو برمیدارن میزنن، آقا هوشنگ میفته خلاص، به رحمت خدا میره. چی میشه؟ تشی جنازه، خط، جلوم، هفتوم، الامی سنگ، او برنامه ها داریم. حالا این حرفا چیه جلو بچه میگی؟ تو خجالت نمیکشی؟ خب ببین زهره جون، زیبا آقا اون رو سکرانه شونه دوندان، اگه آقا هوشنگ واقعا اختلاس کرده باشن که تمامی مراحل رو طی میکنن. نگین جون، بعد این همه سال تو هنوز هوشنگ رو نشناختی؟ اون بدبخت اگه تو این بخور بخورا بود که توی قصد این گاز چارشوله نمیموند. گفتم اگه آقا هوشنگ واقعا اختلاس نکرده باشن که دایگ نمیذارد اون تو نگرش دارن درش میاره. یعنی چی اگه اختلاس نکرده باشه؟ یعنی چه؟ میگم اگه یه اشتباه کوچیکی کرده باشه چی میشه؟ او پس یه کاره کرده شیطون. نه دارم میگم اگه سهون تو حساب کتابش اشتباه کرده باشه چی میشه؟ سهون و عمدنش آقا قانون مشخص میکنه، ولی اگه آقا هوشنگ اختلاس کرده باشه و گناهکار باشه حقشه که مجازات بشه. آره بابا اینجوری اصلا به نفع هممونه. گفت اگه، آخه بحث 200 میلیارده اختلاس کرده، تو اصلا میدونی به این آدم چی میگم؟ چی میگم زندویی؟ اختلاس کننده. مار تو آستین پرورش دادیم، همین یه اختلاس چی تو فک فامیلمون کم بود که اونم جور شد. زیبا یه چیزی بهت میگم، پس شما نظرتون راجع به هوشنگ اینه؟ گفتم اگه. بذار برم ببینم لابی دایدون به کجا رسه. نه بابا نیستا. اگه شیرین، باشه باشه شیرین جان، میام که بابا تو راهم. حتما ببین ترافیک بود شیرین. با این ترافیک هم ما رو کشت. بعد این ماشین دنده اتومات بخریم. آخه زانو کمر داغون شده، کلاش ترمز کلاش ترمز بسط خیابون. عطا ارشیا امشب دلش پیتزا میخواست. نه دیگه، حالا که خوابیده. نه خوابه، من بیدارم بهش بگو بخواب با سیب زمینی اون شابه. اه مامان جون، مگه تو خواب نبودی؟ بخواب بخواب مامان بخواب. نه خودم داده بودم بخواب تو بینم. شما چی میگی؟ خیلی کار بدیه ها، دیگه این کارو نکن مامان. خب چشم. عطا زور اینا زنگ زدن جوابشون رو نمیدی ها؟ بابا چی میگی؟ ببین سارا زنگ نزنه ازت معذرت خواهی نکنه، من با اینا کاری نه. میام زود. خوب خدا از که اینجایی؟ از اولش. میشه به کسی چیزی نگی؟ نمیتونم به آقا جلال نگم، برای اینکه من آقا جلال همه حرفامونا به هم دیگه میزنیم. آخه حرف شما نیست، مال منه. خب چرا به شیرین جون نمیگوی اومده اینجا؟ با چرا نگم؟ خب آخه من فکر کردم مشکلی داریم، بر همه میخوان نفهمد که اومدن اینجا. نه بابا چه مشکلی، این خونه خواهرمه. عطا بله، یه دقیقه بیا با این زهره حرف بزن، نگرانه. میام. عجب. پس گستردگی این مسئله بیش از این حرف هاست. حتما پای خونواده جیم در میونه. لابی تموم نشده؟ مسئله این موضوع چند لایه است. مثل پیاز؟ باریکلا. کیه؟
یه مقام آگاهه، فهمیدی؟ خب همین جان داشتی میگفتی. ببخشیدم اینجا یه دسته گوشی گوش کن ببین چی میگم. من میخواستم رو این پرونده بیشتر کار کنی، همین هوشنگ مظاهری. الو ببینیم که پاش چقدر. سلام. ببخشید گوشی شوهر من دست شما چی کار میکنه؟ چی کار میکنی؟ اصلا برای مهم نیست شما کی هست، اصلا برای مهم نیست شما کی هستی. لطفا گوشی رو بدیم به خودش، گوشی رو بدیم به خودش. سلام نگین جون. نگینه مامان جون. بله نگینه. سلام. این چیه بچه اسم داره ها؟ بله عرشیام خوبه. خیلی خوب مادر جون، میدم دستت. عزیزم یه دقیقه صبر کن. شما کی رسیدین تهران نگین جون؟ آها ما خلا کجایین؟ بعد اون وقت عطا هم اونجا بود از اول که اومدین؟ نگین جون یه دقیقه گوشی رو میدی به خودش؟ کارش دارم. هیچی کارش کارش دارم دیگه نگین جون. الان میگه باشه. باشه الان گوشی هم میدم به آقایت. مطمئنه طوری نشده؟ خیلی خانوم ببینیم ادونا گوشی آقایتا. آقایتا بله بیان خانم ادون زنگ زد. حالا من بعدم بهش زنگ میزنم. به زنگ خود من برداشتم. یعنی چی؟ خب شما رشون افتاد اسمشون منم برداشتم. خب زنده ایشه من نخوام بردارم، شما بری برداری. وا مگه میشه کسی جواب زنش نده؟ بله شد من به زنم نخوام بگم که اینجام. چی تو؟ مگه قهری؟ نه کسی با کسی قهر نیست، ولی من نمیخوام به زنم رو بدم. حالا هر کسی یه سیستمی داره دیگه، سیستم منم اینه. جلاله الان میگه عمو جون میخوای بردارم بستنی بخورم نازتو برم. یه خیلی بچه آدمش منو چی میگه؟ من یه همچه اخلاقی دارم، تو خونه خودم تعیین میکنم کی چیکار بکنیم، کی کجا بریم، کی تلویزیون نگاه بکنیم، کدوم کانالو ببینیم. آره جون خودتون. چرا میخندی؟ من اینجوریم دیگه، سیستمم اینجوریه. خب حالا دیگه شما و یهو میشنوه ناراحت میشه داوا. ببخشید بشنوه چیز بعدی هم من تو رو خودشم دارم میگم. حالا زنمه احترامش واجبه، ولی تو خونه ما حرف منه. ببخشید یعنی مثلا کسی به گوشش میرسونه؟ نه یهو میشنوه ناراحت میشه داوا. مگه قطع نکردی؟ نه. الو شیرین جون گوشی دست داده؟ الو نگی گوشی رو بده بهش. من حالم خوبه، گوشی رو بده بهش، من آرومم. گوشی رو بده بهش، کارش دارم. باش آقا عطابی. بکنم بیچاره شد. سلام شیرین جون خوبی؟ تو به من دروغ میگی؟ پاشتی رفته خونه زهرینا به من میگی که ترافیک گیر کردم؟ آره؟ فکر من احمقم؟ حشبه عطا هیچی نگو. ببین به نفعت همجا خونه زوره اینا باسی. اگه قلم فاتا دوست داری این برای پیدات نشه، فهمیدی؟ تو یکی دیگه حرف نزن. شیرین خانم شما همه حرفاتو زدی دیگه. ببین من اون موقع صبر کردم که حرفاتو بزنی. حالا گوش کن بذار ببین من چی دارم میگم. آره من قبول دارم که این حرفا رو تو نباید میشنیدی، ولی من مگه بار اول این حرف رو زدم؟ من به عنوان سرپرست خونواده حرف اول و آخر رو باید بزنم یا نه؟ آفرین تموم شد رفت. خیلی خوب حالا دیگه ولش کن و برو بچه رو بخوابون. میگم آ شیرین قطع کرده سوا. آقا عطا علکی دارن حرف میزنن. نه بابا علکی چیه؟ عطا یه همچین آدمیه دیگه، یه آدم قاطع. بله گفتم. ببین شیری همینه که هست. اگه راست میگو گوش بده به زیبا. ببخش شیر ببخش من با زنم دارم حرف میزنم، چرا باید گوشی رو بدم به زیبا؟ آره خب راست میگه بده ببینم. نه نمیشه. خب تو اگه بگی به کفشت نیست بده من خواهرتم دیگه ببینم شیری هست یا نه. ببخش حرف خصوصیه ها. شیرین ببین این آخرین باریه. دیدین گفتم قطع کرده بود. من دیگه حرفی ندارم. سنده اینی فامیل دور که بقیه حرف ندارم. اتفاقا
هرچی هم بسی به چافه همینه دوره. او راست میگی راست میگی. میگم الان هم رفتش منت کشی کنه به سدنش آواز خونه شیرین جان شیرین هم شیرین بشکسته. چه جاله دایدونم برام همیشه شعر میخونه. تازگی هم ترانش عوض کرده. خسته داشت کنم براتون بخونه؟ نه نه دایی جون داره واسه هوشنگ لابی میکنه، مزاحمش نشین. من اگه به آقا جلال بگم برام بخونه، هر کیم پشت خط تلفن باشه برام هم میخونه. واسه صداش کنم جلال. آقا جلال. دکتر جون من میخواستم ببینم که از این پرونده که اختلاس جدیده چیزی شنیدید؟ چی میگو؟ خون برا اینا؟ شیره دو باشد. معذرت میخوام آقای دکتر، یه لحظه گوش خدمتون باشه. من توی زندگی دیدم ولی فرقی نداره، انگار بود و نبودم، انگار دیگه فرقی نداره. بله انگار. نه باشم نباشم اشو بگو. باشه بازم یه لحظه گوشی. باشم نباشم بمونم یا نمیرم. دکتر باشم یا نباشم، معذرت میخوام. ببین دکتر جان، من به رئیس دفتر بگو آمارش هرچه سریعتر در بیاره و خبرشو به من بدید. آره 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 باشه باشه قربونت. زیبا جون ایشالله تو هم سر سامو میگیری برات میخونم. گفتم اگه اگه میگه نداره که بالاخره منم سر سامون میگیرم که بالاخره پیدا شده. بعد من دارم فکرام میکنم چیکار کنم. راستش تو بیمارستان کار میکنه. ای دکتوری؟ دکتر که نه، مدیر آسانسور بیمارستان زنده‌ای. آسانسور چی؟ همون محوطه حمله انسان به بالا و پایین هست. اونا میدونم آسانسور چی چیه. پس تو آسانسوره؟ یه چهارپایی قشنگ میذاری تو آسانسور میشینی. خیلی آدم خاصی بخیر بعد بدونم دیگه هیچ بذار زیبا جون دای دسته بخونم بهش بگم خوشحال میشه. جلال بیا. ببخشی دکتر جون. باشم نباشم. نه میگم ما زیبا میخواد عروس شد خواستگارو مده سرم. نه بابا دکتر عذرخواهی میکنم ازتون، یه امر خیریه، یه لحظه گوشی دستتون باشه. دایی جون مبارک باشه. بادو بادو مبارک بادو ایشالله مبارک بادو. شیرین گشکست نوزدار شیرین نوز شیرین شیرین گشکست شیرین شیرین بابا شما چیزی نمیخوای؟ یه مگه یه تعارف خشکی خالی به این خانم جهانگرد کرده بودی؟ این بنده خدا امشب تنها نبود. این شارژر منم بیار، دو خط بیشتر نده. یه زنگ بخوره تموم. معذرت میخوام آقای دکتر. نذارین فاصله بیشتر از این شه. من بازم عذرخواهی میکنم. آره آره. نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. قشنگ میخونه. مامان چرا توی سوپ مرغ ریختی؟ مگه نفهمیدی من گیاهخوار شدم؟ وای دیوونه شدم، بس کنین دیگه. یکی تو آشپزخونه آواز میخونه، اون یکی تو دستشویی آواز میخونه، اون یکی فکر شارژ موبایلشه، این یکی فکر ازدواجشه، این یکی فکر گیاهخواریشه. بابا این هوشنگ بدبخت تو زندان هیچ کی عین خیالش نیست. دایی جون چرا ناراحت میشی؟ این که من دارم میخونم میگم که نظر این فاصله بیشتر از این شد، برای همینه. بله؟ هوشنگه؟ نه بابای آقای مشیریه. بفرمایین. میشه یکم آب بخورم؟ حتما. نمیخورین؟ نه خواستم ببینم فقط اگه تشنم شد میتونم بخورم. اینا رو کی به شما گفته؟ هوشنگ؟ همین هوشنگ مظاهری که با منه؟ مطمئن اسم افراد رو نبرید، با آبروشون بازی میشه. هرمیم
چی نوشته؟ شخصیه. اینجا فقط ما سوال میکنیم، همین یا هر کس دیگه ای. مسئله اینه که الان انگشت اتهام به سمت شماست. میشه آب بخورم؟ حتما. نمیخورم. منو نگاه کن، منو نگاه کن. یعنی آدم اینقدر بی‌معرفت واسه اینکه خودتو بیگناه نشون بدی رفتی منو فروختی، گفتی کار اینه. من هیچی نگفتم. من همینجور که داشتم ازش میپرسیدم که گفته، تو چشماش نگاه میکردم قشنگ، تا گفتم همین چشاش یو برق زد. شاید یه همیم دیگه بوده. آخه مگه چند تا همیم داریم؟ مثلا حمید ماهی صفت. آخه حمید ماهی صفت منو از کجا میشناسه؟ بعدش هم حمید با هی جیمیه، من هی دو چشم گفتم. خب اون از کجا میفهمن تو با هی دو چشم گفتی یا هی جیمی؟ اونا کارشونه، بلدن، میفهمن. اصلا من گفتم هوشنگ مظاهری چشاش این فلاش زد. نه، اونا اسرار آدم ها رو فاش نمی کنن. اونا اسرار رو فاش نکردن، من خودم کشف کردم. من اسم تو رو نگفتم مشیدی، من فقط سه تا گزارگ ساده رو گذاشتم کنار هم، حالا اونا خودشون استنتاج کردن. اینجوری میشه محبت کنیم بفرمایین گزاره هاتون چی بوده؟ بله میشه. بفرمایین. یک، اون حسابا پیش من و تو بوده. دو، حسابا دستکاری شده. سه، حسابا رو من دستکاری نکردم. خب تو خودت از این سه تا گزاره چه نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیرم که دیگه رفاقتی بین من و تو تموم شد. بچه بازی در نیار دیگه مشیری. ببین من دارم با دلیل و منطق و برهان صحبت میکنم، از بین این گزاره ها تو با کدومش مخالفی؟ هیچ کدوم، هر سه تا رو هم قبول دارم، ولی آخه اینجا یه گزاره چهارمی هم هست. اون چیه؟ منم حسابا رو دستکاری نکردم. آها آها. خب اون وقت زمین هشگرد رو کی 350 میلیون خریده؟ من. تو 350 میلیون تومن از کجا آوردی؟ ریال. چی؟ 350 میلیون ریال. 35 میلیون تومن. نه نه نه، تو ریالشو نگفتی، تو فقط گفتی 350 میلیون. چون فکر میکردم با یه حسابدار دارم حرف میزنم. من اگه 350 میلیون داشتم بازم این بود، بعدم اصلا 350 میلیون دارم. دلیلی که من دزدم؟ یعنی تو اون زمین 35 میلیون تومان خریدی؟ بله. حالی من نوشتم 350 میلیون. چی؟ هیچی. یعنی تو آمار زمین من رفتی نوشتی؟ ببینمت، امضام کردی. رفاقت بین من و تو دیگه اصلا تموم شد. همین. بله. تماس داری؟ الان اومده. مشیری جان. کسی نزن به من. بابا قهر نکن دیگه مشیری. آب نزن و. بودو. اومده. الو. سلام آقا جلال. خوب هستین؟ ببخشید دیگه زحمت‌های ما هم افتاد گردن شما. نه 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 نه، اینجا خیلی هم خوب بهمون میرسن، هیچ فشاری نیست. خب خدا رو شکر. گوش کن ببین چی میگم هوشنگ. اگه فشار یا حرکت نامناسبی دیدید حتما به من خبر بدید، چون من میخوام در اسرع وقت به افراد زیر ربط برسونم. نه جون، به فکر من که هستی. آره آره، اصلا نگران نباش، من دارم اینجا لابی میکنم تا ببینم قضیه از چه قراره. فعلا با دو تن از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و یه مقام آگاه و یه نفر از مسئولین سازمان بازرسی کشور رایزنی کردم. الان بیشتر گزینه ها رو میزه،
دوتاشم زیر میزه که قراره بیارن اونا رو رو میز. مثل اینکه سرنخ قضیه جیمینا هستن. جیمو دارو دستش. اون چیزی که برای شما سرنخه برای من سر تنابه. هوشنگ تو فوق‌العاده ای. گوش کن ببین چی میگم. گربه شیر است در گرفتن موش. لیک موش مسافه چی بود؟ یه چیزی لنگ بود؟ لیک موش است در مسافه پلنگ. پلنگ. آقا جلال چی میگوی؟ گفتم ایگه. معذرت میخوام حوشنگ جان، من گوشی رو میدم زهره خانم. میدونم خیلی وقت ندیدیش، طاقت بیار گوشی. بیا بسو ببین چی میگه. الو سلام حوشنگ، خوبی؟ سلام زهره جان، خوبی؟ ما اینجا همه خوبیم، فقط همه خیلی نگرانتن. آره خیلی نگرانتن، چقدر ما قصه خوردیم. یکی آواز زهره جان نگران من نباشین، از قدیم گفتن سر بیگناه تا پای دار میره ولی بالای دار نمیره. دیدی؟ معلوم است میخوان اعدامش کنن. من بیشتر نگران تو هم زهره. خیلی دلم برا تنگ شده زهره. دلم برا تنگ شده. بسه دیگه هوشنگ، صدات رو بلنگوه همه میشنون. آقا هوشنگ حالتون چطوره؟ ممنون نگین خانم. یعنی این موقع شب چی میتونه باشه؟ شاید بابامه. من نمیتونم کی به این دکتر رو داد. اینی که اینجا داره صحبت میکنه کیه؟ چرا کسی در رو وازه میکنه؟ من حالا میرم وا میکنم درم. باری چلده. نمیدونین چقدر دلم برا همتون تنگ شده. همش احساس میکنم که الان پیش شما. کیه؟ بله بفرمایی. کی بود؟ شیرینه. کی؟ خانومتون شیرینه. وا آقا تو چرا رنگتون پریده؟ بفرمایید شما. ای سلام. سلام من اومدم. سلام. من با شما حرفی ندارم. من ببین عطا، من نیومدم اینجا حرفای تو رو بشنوم، نیومدم قیافه اون دختره بی ادب بی تربیت رو ببینم. من هر چی که برام مهم نباشه ادب برام مهمه. الانم ارشیا فهمیدای جلال اومده کچلم کرد، خب منو بیار اینجا آوردمش. اصل ایران برو کنار. بابا خیلی خوشحالم صداتو میشنوم. خیلی دلم برات تنگ شده بود. اختلاس کرده. هیچ نمیمد از این زرنگی ها داشته باشه. چقدر؟ دخترم مادرت گفت گریه کردی. به جای گریه کردن درستو بخون که سال دیگه قبول بشی و دوباره گریه نکن. شیرین خانم به چی میخندی؟ هیچی هوشنگ خان، ارشیا اسب سواری میکنه. من سواری نکردم. بابا من گوشیو میدم به سعید، خدافظ. سلام، خوبین بابا؟ سلام پسرم. سعید جان ازت خواهش میکنم تو این مدتی که من در بندم حتی المقدور رانندگی نکنی، حواستم به مادر و خواهرت باشه. باشه خدافظ. خدافظ. سعید جون جیگرمونو سوزوندی، چقدر درد و دل داشتی با پدرت. تو بابای مشیری هستی؟ بله. من بچه تو میشنازم، میخوای با هوشنگ حرف بزنی؟ الان عطا بیا با هوشنگ حرف بزن. نه من الان تو وضعیت بدیه، خوشحال میشه باش حرف بزن. دایی جون بیا بابا گناه دارت، میخواد باش حرف بزن. الو هوشنگ سلام. عطا تو هم اونجایی؟ آره اینجا من. به خاطر من اومدی؟ آره دیگه نگرانت شدم اومدم ببینم چه خبره. ممنونت آجا، من همیشه گفتم من و تو گوشت همو بخوریم استخون همو دور رو میندازیم. بده من گوشی رو. سلام موشم. سلام به روی ماهت عزیزم. داری گوشه زنده آبخونک میخوری؟ نه موشم، من زندان نیستم، اومدم برای پاره ای از توضیحات. من و جدال میخواییم تونل بزنیم بیایم تو زنده. منم میام. اینم میاد یخت تونل و گوشه آترش کن. همین که شما نگران منین برای من کافی. ولی ما میخواییم، بقید میخواییم مشیری رو نجات داریم، تو رو نجات نمیدیم. بیا تو حرف بزن. الو حسین جو میگم آقای مشیری هم اونجاست؟ نه اون تو بازداشته.
متاسفانه باید بگم به احتمال زیاد مشیری تو اختلاس دست داشته. الو الو چی شد؟ الو آقا جلال چی شد؟ سهره چرا جیغ میزنه؟ چی؟ کی پس افتاد؟ آقای مشیری؟ چی شده؟ آقای مشیری صدای من میشنوید؟ خواهش میکنم اگر میشنوید انگشتتون رو تکون بدید. بابا یه خوبه عطا؟ به نظر من که فشارش بالاست. بابا مشیری چیزی نه نه دایی جو خواهش میکنم به مشیری بگو صبور باشه، بابای مشیری مرده. مرد؟ الو؟ الو گوشی بده به یکی دیگه. نگران نباش، نه مرده، هنوز زنده است. گوشی رو بده به یکی دیگه. زهره، زهره چی شد؟ چی؟ مگه خونه ماست؟ طوری شد؟ آه سارا، سارا چی میگه؟ خدا رو شکر. باش باشه، چیزی شد به من خبر بده. خداحافظ. برو تو. با خونه حرف زدم. آقا جلال از اصفهان اومده داره رایزنی میکنه درمون بیاره. البته اگه بیگناه باشیم. راستی باباتم خونه ما بود، مثل اینکه یهو حالش بد شده. چی حالش بد شده؟ اصلا نگران نباشو، سارای ما ماینش کرده، گفته فقط یه شوک عصبی. داد بیداد پس سجده کرده. بابا تو رگ و ریشه شوا نره. بله خواهش میکنم. وای چه خوب سرم زدی مامان جان. اما اول رگشو پیدا کردم. چسب میدی خاله؟ میگم کاش که بابات هم بود میدید تو چه پدیده هستی. به نظر من اگه تو هر خونه یه دکتر باشه خوبه. نمیشه که زندوی جون، میدونین از میونه چند هزار نفر فقط یه نفر کنکور پزشکی قبول میشه. خب منم گفتم اگه. نه 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 خواهش میکنم بگی بخواه. نه با شما نبودم، عذر میخوام. شما رسیدگی کنید و اگه میشد امشب آزاد میشد که خیلی خوب میشد. چی؟ ممنونم. به چا مشته بده. هوشنگ امشب ولش میکنن میاد. خیلی ممنون دایی جون، ما شما رو نداشتیم چی کار میکردیم؟ اختیار داری دایی جون، وظیفمه. این لطفی که آقای دکتر به ما کردن، امشب هم قول دادن که هرچه سریع تر برفزندش خونه. آقای دکتره؟ آره بابا جون. دکتر ظریف؟ نه بگی بخواب بابا. تو به کی زن میزنی؟ به یه مقامی آگاه بابا. خوب الو سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خیلی متشکرم، خوبم. من میخواستم راجع به اون کیس اقواممون صحبت کنم. آره 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 بله بله بگی بخواب بابا. با شما نبودم. شیرین کجاسته؟ با عطا رفته تو آشپزخونه. آره 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 این برای چی تو این هیروویری اومد اینجا؟ نه مطمئن باشی. آب بله آب میخوان. آب الان من برش میگم. نه 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 ممنون. خواهش میکنم. هر چیه بابا، بله من آب بیار، من قرصم باش بخورم. به ده نفر گفتم همه فقط به مشیری میرسم. چشم در روزوی خوبه. شیرین شیرین چون شیرین خانم شیرین های با من حرف نزن. آواز بخونم ارا شیرین جان. ناز شیرین ها، ناز شیرین، شیرین شیرین، ناز شیرین. بابای مشیری آب میخواد. بالا دارن چی کار میکنن مامان جون؟ جلال داره لایی میکنه. لابی بابا جون، لابی. بقیه دارن چی کار میکنن؟ سادا رو داره به بابای مشیری آب بس میکنه. دست این بیچاره رو سوراخ سوراخ میکنه، از خونریزی میمیره.
از من چیزی نمیگن ماما. نگین گفته شیرین کجا، بعدش سوهان بیوید اینطور کرد کاش گفته این اینجا چیکار میکنه. بفرم آقا حتی تعبیر بگیر، بازم از خانوادت دفاع کن. بهشون میگفتی این اسم داره، بیا ببر با شیرین. شیرین جون، شیرین جون بری کردن دست درد نکنه. این برای شما نیست. پمان کیه؟ برای بابای مشیدی، اون داره میمیره. ای بابا تو این خونه یکی نیگه لیوان آب دست ما بده. زهره بابا. چشم بابا، بذار این سرومو آقای مشیدی بس بشه میام. بیاری دیگه منم دیرم میمیرم. قربونت برم، دستت درد نکنه هرشیا جون. آفرین. اونی که گفتی مینی جای چیکار میکنه رفتم به مامانم گفتم. خبرچین این مگه خواب نبود اون موقع؟ ببینم بعد مامانی چی گفت. مامانم گفت این بلدی بینم دست این بیچاره هم قدر سراخ سراخ میکنه که از خونریزی بره. برو بگو اتفاقا همون اول رگو پیدا کرد. میگم دیگه داره کم کم تبدیل میشه به امپیتری پلایر زنده. حرفی خبری چیزی نداریم بره بگه. گوشی هرچی ها بابا جون، تو نمیخوای بخوابی؟ نه میخوام برم به بابا رضا آب بدم. ظریفه؟ نه مقام آگاهه؟ سلام برسون. آره آره این عرشی هست، یکی از مقام آگاه خونمونه. قربونه شما. سلام برسونی بابا رضا. بابا رضا چی میکنی بچه؟ مده اه زبون تو قز بگی؟ خوابیده بیدار میشه، بیا برو. نه الان بیدار و آب میخواست. عجب بچه پرویا، بیا برو دای جلبه بخوابوندت. بابا 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 اشیا دوتا دیگه بزن ببینم دیگه کارش درامه. یا اینکه خودش رو زده به سکته کرده. خاک به گوره. بابا 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 جا بابا.